سلام دوستان به کانال داچمیت سمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم با همدیگه بوگن شماره 52 سوالات گواینامه آلمانی رو کار کنیم پس با من همراه باشید سوال یک وومیت موسنزی غکنن ون التره پرزونن میت گیهیلف دیفابن وکویغن باید انتظار چه چیز رو داشته باشین ون افراد پیر میت گیهیلف یعنی با کمک راه رفتن حالا میتونه اسا باشه میتونه از این عکسش رو براتون میذارم که چهار تا چرخ داره و آدم دستش رو بهش میگیره اینجوری هولش میده یواش را میره میتونه یکی ای از اینها باشه پس میگه بعد انتظار چه چیزی رو داشته باشین وقتی افراد پیر با کمک را رفتن از جاده عبور میکنند دست یافت فابان شتین این اینکه اونها وسط جاده داخل جاده متوقف میشن ایست میکنن دست دی لنگزم لانگزام ای اینکه اونها از جاده آهسته عبور میکنند دستی یافته فابان اومکیان اینکه اونها وسط جاده وقتی که داخل جاده هستن برمیگردن جواب اینکه اونها داخل جاده توقف میکنن وای میستن اینکه یواش از جاده عبور میکنن و همینطور وقتی که داخل جاده هستن برمیگردن سوال دو. این اینم وانگ این بل فای فا فات تایک. وی میسنزی غیه گیان. میگه داخل یک منطقه مسکونی یک توپ غل میخوره میاد جلوی ماشین شما. چجوری باید واکنش نشون بدین. چی کار باید بکنید؟ برمزن، ترمز کردن، آس تفره رفتن، وی بروندن، ادامه دادن. جواب برمزن، ترمز کردن. سوال سه، ومیت زالتن زی غیه میبایستی آماده چه چیزی باشین، انتظار چه چیزی رو داشته باشید. دست Kinder zwischen دین Fahrzeugen auftauchen اوفتاوخن کنن. این که بچه ها از وسط این وسایل نقلیه، ماشین ها ظاهر میشن. دست Erwachsene auf die Fahrbahn کنن. این که افراد بزرگ سالان، میان وارد جاده میشن در برمزن افادلیش کن این که امکان این هستش که ترمز گرفتن شدید لازم بشه جواب اینکه که بچه ها از وسط این ماشینا ها یه هویی پیداشون میشه همینطور امکان این هستش که بزرگ سالان بیان داخل, داخل جاده رنگ و همینطور اینکه امکان داره نیاز باشه که یه هویی ترمز زده بشه ترمز شدید زده بشه سوال چهار ومیت میسن زی باید انتظار چه چیزی رو داشته باشید دس Fahrzeuge anfahren اینکه ماشینها شروع میکنن به حرکت دس Fahrzeugtüren geöffnet werden وردن اینکه درهای ماشینها باز میشن دس Fußgänger plötzlich آف دی Fahrbahn treten اینکه آبرای پیاده یهویی وارد جاده میشن جواب اینکه ماشینها شروع به حرکت میکنن درهای ماشینها باز میشن و همینطور آبرای پیاده

تمرکزتون رو بذارید روی روند پیچیدن چون که سوار سوارا باید به هر صورت صبر کنند. زی موسن نو ایم شپیگل beobachten ob ein Radfahrer hinter ihnen ist. شما فقط باید داخل آینه نگاه کنید و ببینید که آیا یک دوچرخه سوار پشت شما هست یا نه. زی موسن sich vergewissern dass تل نیمه rechts نیبن ihnen ist. der geradeaus weiter شما باید مطمئن بشین از اینکه سمت راست شما هیچ کاربر جاده وجود نداره که میخواد مستقیم به سمت مستقیم به روندنش یا اینکه به حرکتش ادامه بده. جواب شما باید مسلما مطمئن بشین از اینکه سمت راست شما بغل شما سمت راست هیچ کاربر جاده وجود نداره که بخواد به راهش به سمت مستقیم ادامه بده. سوال شیش was müssen زی beachten, bevor Sie این این تونل einfahren? باید به چه چیزهایی توجه کنید قبل از اینکه وارد یک تونل بشید Auch هم Tage این گوت beleuchteten تونل mit ابلند لیخت فارن حتی در روز در تونل هایی که به خوبی روشن هستند با چراغ نور پایین برونیم نیبل einschalten. چراغ های مهشکن رو روشن کردن. بل ابنیمن عینک آفتابی رو از صورت برداشتن جواب حتی در روز در تونل هایی که به خوبی روشن هستند با چراغ نور پایین روندن و همینطور عینک آفتابی رو از صورت برداشتن سوال هفت وفموسنی بیم ومشلتن د امپل آف گرون aختن وقتی که چراغ داره امرنگش عوز میشه صبز میشه باید به چه چیزهایی توجه کنید آفتن فوس گنگه به آبر پیاده اوفتن گنگ فکهه به ترددی که از روبرو رو داره میاد آوفتس موتوقد به سوار به موتور جواب به آبر پیاده و به موتور

وی فرهلتن زی زی یت الان چجوری صحیح رفتار میکنید ای من فعلا توی لین راستی میمونم من ترمز میگیرم ای لینم رو عوز میکنم و میرم داخل لین چپی جواب من فعلا داخل لین راستی میمونم و ترمز میگیرم So, Welcher Mindestabstand muss vor einem Fußgängerüberweg beim Halten oder Parken eingehalten werden? Kudum had de arale Fossele. Äh, Boyad rabla ziek, Mahalo u piade hefs besche, ke, hmm. ke michoim tawarruf konim rablish, ja, ke michoim park konim rablish. Jawab, 5 Meter. So, Wie verhalten Sie sich, wenn ein Bus an einer Haltestelle hält wannlinklicht eingeschaltet ist. چجوری رفتار می کنید وقتی که یک اتوبوس دم یک ایستگاه نگه داشته و چراغ های خطر روشن هستند. Nur mit Schrittgeschwindigkeit weiteriterfahren nötigenfalls anhalten. فقط با سرعت آبر پیاده یه چیزی مع بین 5 تا 15خواهی ها بروندن ادامه بدیم و اگر نیاز بود توقف کنیم. Warten, wenn Fahrgäste behindert werden könnten. صبر کنیم اگر در غیر این صورت امکان این باشه که مانع مسافرای اتوبوس بشیم. Beim Vorbeifahren durch ausreichenden Abstand eine Gefährdung von ausschließen. هنگام رد شدن توسط نگه داشتن یک فاصله، یک فاصله کافی ریسک خطر برای مسافرای اتوبوس رو بیاریم روی صفر یعنی مطمئن باشیم که هیچ خطری برای مسافرای اتوبوس ایجاد نمی کنیم. جواب فقط با سرعت آبر پیاده یه چیزی معابن 5 تا 15 کائم ها بروندنمون ادامه بدیم اگر نیاز بود توقف کنیم سب کنیم اگر در غیر این صورت مانع مسافرهای اتوبوس بشیم یعنی اگر امکان این باشه که مانعشون بشیم و همینطور هنگام رد شدن توسط یک فاصله به اندازه کافی هیچ خطری برای مسافرهای اتوبوس ایجاد نکنیم سوال دوازده، وی فعل تنزیز خیندیز از ایتواتیون، توی این موقعیت چجوری رفتار میکنید؟ ایخ لسه دین فوس گنگت دیفابان اوبک فیقن، من میذارم که آبر پیاده از جاده عبور کنه. ایخ شلیسه اون میتل براتون بلاوین فارتسایگ آف، من میرم میتسبونم به ماشین آبیه، دقیقا میرم پشتش. ایوت فادیم ای من قبل از این محل عبور آبر پیاده صبر کنم تا اون ماشین آبیه رد بشه جواب من میذارم که این آبر پیاده از جاده عبور کنه و همینجا قبل از محل عبور آبر پیاده صبر کنم تا اون ماشین آبیه بپیچه و رد بشه بره سوال 13 وی فهلتن زی زیخ این دیزا سیتواتیون؟ تو این موقعیت چجوری رفتار میکنید اند هالت لینی آن دم خط ایست توقف کردن اند زیخت لینی انحلتن، دم خط دید توقف کردن اونجا که دید داریم به خیابون جلوتر از این خط ایست هستش این زیخت لینی دی کرویزونگ اون آن تو هالتن اوبرکویرن بدون توقف از این چهار راه عبور کردن جواب مسلما همین آخریه بدون توقف عبور کردن به دلیل اینکه چراغ سبز سوال 14 unter welchen umständen dürfen sie an einer kreuzung eine rote ampel چه شرایطی اجازه دارید شما دم یک چهار را از یک چراغ قرمز رد بشین یعنی با وجود اینکه چراغ قرمزه حرکت کنید برید جلوتر um einem Einsatzfahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn vorsichtig Platz zu schaffen. برای اینکه برای یک وسیله نقلیه اضطراری اورژانسی که بلاوس بلینک داره یعنی چراغ چشمک زن آبیش روشنه و Einsatzhorn یعنی آژیر پس برای یک وسیله نقلیه اورژانسی که چراغ آبی روشن و آژیر داره میزنه راه رو با احتیاط باز کنیم. Unter keinen به هیچ وجه. Wenn ein Polizist den Verkehr auf der وقتی که یک افسر پلیس تردد رو داخل این چهار را راهنمایی میکنه. جواب وقتی که یک وسیله نقلیه اورژانسی که هم آژیرش روشنه هم چراغ خط... آبیش روشنه داره از پشت میاد یا اینکه دقیقا داره از پشت میاد و ما باید براش راه باز کنیم با احتیاط و همینطور وقتی که یک افسر پلیس وسط چهار رو بایستاده و به ما نشون میده که میتونیم حرکت کنیم سوال 15 welches verhalten ist richtig kudum raftar sahiye ich muss den roten pkw vorbeilassen man bat bezaram ke mashinabi rad beshe ich biege vor dem grünen pkw links ab man rabla az mashin sabze به سمت چپ میپیچم. Ich lasse دین grünen پیکاوی دویش من میذارم که ماشین سبز رد بشه. جواب من میذارم که ماشین سبز رد بشه. راست قبل از چپ توی هایی که تابلو نداره. سوال 16 ولشس Verhalten است richtig. کدوم رفتار صحیحه

سال 17 و قف فست دیز هین این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه آف اینن بان mit میت روتم اشاره میکنه به یک محل عبور راه آهن یعنی یک جایی که ریل قطار از وسط جاده رد میشه و این ریل, های قطار, قطار قبلشون یک چراغی هستش که قرمز و چشمک میزنه یعنی در واقع اشاره میکنه به اون چراغ چشمک زن <coughs> آف اینه تالش به یک اداره گمرک آف اینه امپل به یک چراغ راهنمایی رانندگی. جواب به همین آخری یک چراق راهنمایی رانندگی. سال هیجده ویلکه فقط تایگ دوفن این زوب شیلدتشت خاصه نیت به فاقه. کدوم وسایل نقلی اجازه ندارن وارد یک خیابونی بشن که همچین تابلوی داره. متوقیده موتورها فاقیده دوچرخه ها پیکابیس. ام، ماشین ها خود جواب دو چرخه ها جواب دوچرخه ها سوال 19 وقع فستیز از فکه از هین این تابلو به چه چیزی اشاره میکنه آف اینن گیویگ به یک پیاده رو آف دین بگین این از فکه به گویگتن به شروع یک منطقهی که داخلش تردد با وسایل نقلیه موتوری کم هستش توی این منطقه ها آدم فقط اجازه داره یک چیزی مابین 5 تا 15 کایم ها برونه و اجازه نداره مانع آبرای پیاده بشه. آفنفه ein Verbot für و موفا اشاره میکنه به یک ممنوعیت تردد دوچرخه و موفا به موتورهای کوچیک میگن که خیلی سرعت بالایی باهاشون نمیشه روند. جواب اشاره میکنه به یک منطقه عبور آبر پیاده یک پیاده رو و داخل این منطقه اجازه ندارن دو چرخه ها و از این موتور کوچولو ها تردد داشته باشن سوال 20 یک کافت فاتچک فلیت اتواس اول وی فیل ترینک واسر کان بیرایتس دورخ اینن تروپفن اول اونگنیسبار وردن واسیلی نقلیه شما کمی روغن از دست میده کمی روغن ازش خارج میشه چقدر آب نوشیدن میتونه حتی با یک قطر روغن غیر قابل خوردن بشه 20 سو تا 1 لیتر 50 لیتر 600 لیتر جواب 600 لیتر میرسیم به قسمت بی سوال یک اسفنگت انسو ریگنن و غم زی ابشتند زفات ف میگه شروع, شروع هوا شروع کرده به بارون اومدن چرا باید بلا فاصله فاصله ایمنیتون رو بزرگتر کنید weil sich ein Schmierfilm <kühlt> weil sich ein Schmierfilm bilden kann der den Bremsweg verlängert mir geht im اینکه امکان Schmierfilm કે یک ich es nicht so Ich film ein hast میگه امکان داره که یک فیلم ریز لیز ببخشید به وجود بیاد که مسافت ترمز رو طولانی میکنه فکر کنم به فارسی هم بهش میگن فیلم اگر اشتباه نکنم وقتی که مثلا روی شیشه ماشین یک لایه نازک روغن باشه به اون میگن اول فیلم اول فیلم این یعنی یک لایه نازک از روغن ولی اینجا منظور به روغن نیست کلا به یک لایه نازک لیز هست روی زمین به وجود میاد ولی دی برمزن شنلا انشپرکن برای اینکه ها سریعتر کار میکنن سریعتر جواب میدن ولی دی زیخت شلخت ویدن کن اون دی شایب ویشا نیخت زفاد این کلار شفن میگه برای اینکه ممکنه که دید بدتر بشه و برف پاکنها فورا یک میدان دید واضحی رو ایجاد نمی کنن. جواب به دلیل اینکه همون لایه لیزی امکان داره رو زمین به وجود بیاد که مسافت ترمزمون طولانی تر بشه و همینطور برف پاکنها فورا یک میدان دید واضحی رو ایجاد نمیکنن و ممکنه که دیدمون بدتر باشه. سوال دو Weshalb müssen Sie jetzt auf den rechten Fahrstreifen wechseln? Baldi alombiadi line tunu. Was konntet verbinden? Doppelte line rosti. Wegen des gelben Traktors bedalile traktorzarde. Wegen des blauen PKWs bedalile machinobi. Wegen des roten PKWs bedalile machingrimeze. Jawab bedalile machingrimeze. So allesse. Was lenkt Sie während der Fahrt stark ab? چه چیزی در حین رانندگی باعث حواس پرتی شدید برای شما میشه یعنی باعث این میشه که حواستون پرت بشه انتوندن اینت سیگاغته روشن کردن یک سیگار تلفونیغن تلفنی صحبت کردن کونگلنده کنده آفتی نوغک زیدسن یعنی بچه هایی که یعنی نخ کردن و کونگلنده کنده یعنی بچه هایی که همش نخ میکنن آفتین نوغک سن در سندلی های عقب جواب روشن کردن سیگار، تلفنی صحبت کردن و بچه های نق در سندلی های عقب. سوال چهار زیفارن 50 کمه هم این زکوند ریاکسیونز سایت و فیرن این نرمال برمزونگ دوش. وی لنگ است در انحالت ویگ نخ در فاوست فارمل. میگه شما دارین 50 کمه ها با سرعت 50 کمه ها میرونید و زمان واکنشتون یک ثانیه هست. تو این حالت یک ترمز معمولی میگیرید مسافت این که ما ش... ماشینتون یعنی چه مسافتی طی میشه تا ماشینتون کاملا ایست کنه مسافت توقفتون چقدر طبق فاست فامل فرمول سرانگشتی جواب چهل متر حالا چرا؟ ما گفته بودیم که مسافت ترمز رو چجوری میتونیم پیدا کنیم گفتیم سرعت تقسیم بر ده ضرب در سرعت تقسیم بر ده فرمول پیدا کردن مسافت واکنش هستش سرعت تقسیم بر ده ضرب در سه پس این دو تا فرمولامون هستند ما وقتی که 50 کائم ها می رونیم سرعتمون 50 کائم ها هست و می خواهیم مسافت, مسافت واکنش رو پیدا کنیم باید 50 رو تقسیم بر 10 کنیم زب در 3 که میشه شه پونزده متر مسافت ترمز هم که بارها داشتیم این در این موقعیت 50 تقسیم بر 10 ضرب در 50 تقسیم بر 10 که میشه 25 متر و حالا باید این مسافت واکنشمون رو جمع ببندیم با مسافت ترمزمون که داشتیم الان مسافت واکنش 15 متر بود به علاوه 25 متر مسافت ترمز که در میاد 40 متر و این 40 متر مسافتیه که ما نیاز داریم برای اینکه ماشین کاملا توقف کنه

اینیزکوندن یک فاصله دو سانیه یعنی مثلا اگر ماشین جلویی از بغل یک تابلو راهنمایی رانندگی رد شد شما دو ثانیه بخواین که برسین به اون تابلو بهاین میگن فاصله یک ثانیه یا دو ثانیه ای یا حالا هر چند سانیه ای جواب باید یک فاصله دو سانیهای رو حفظ کنیم سوال 6 وراف سلطن زی میتفاره فا دیم آسشتایگن هینویزن باید چه چیزهایی رو به مسافرهایی که داخل ماشینتون نشسته بودن گوش زد کنید قبل از اینکه اونها بخوان پیاده بشن دراف دست نخ لینکس در فلیسند فکیه تو به اختن اینکه وقتی که میخوان از سمت چپ پیاده بشن باید حواسشون به تردد باشه ترددی که اونجا داره رفت آمد میکنه باید حواسشون به اون باشه darauf, dass an Radwegen Radfahrer wartepflichtig sind. Inke, وقتی که dame محل عبور دوچرخه ها هستیم دوچرخه سوارا وظیفه شون اینه که صبر کنند. اونها باید صبر کنند دراف دست nach rechts auf fußgänger zu achten اینکه وقتی میخوایم به سمت راست پیاده بشیم باید حواسمون به آبرای پیاده باشه یعنی در واقع وقتی که اونها میخوان از سمت راست پیاده بشن باید حواسشون به آبرای پیاده باشه جواب وقتی که میخوان از سمت چپ پیاده بشن باید حواسشون به ترددی که اونجا جاری هست رفت و آمد داره باشه و وقتی که میخوان از سمت راست پیاده بشن باید حواسشون به آبرای پیاده باشه سوال هفت وی میسن سی زیخ بای دیزم فهلتن وقتی که این تابلو رو داریم باید چه رفتاری داشته باشید فاد کوو لینکس بلینکن قبل از پیچ به سمت چپ چراغ راهنما زدن möglichst weit rechts fahren تا حد امکان سمت راست جاده روندن geschwindigkeit vor der kurve سرعت رو قبل از پیچ پایین آوردن جواب تا حد امکان سمت راست روندن و سرعت رو قبل از پیچ پایین آوردن سوال هشت وقاف میسن زی زیخ بای دیزم فکر وقتی که این تابلو رو داریم باید آماده ایه. چه چیزی باشید آف نوت وندیگس گیگن لنکن گیگن لنکن یعنی برزد چیزی فرمون دادن اینجا خب تابلو داره نشون میده که باد میاد احتمالا باد شدید میاد بنابراین باید برزد باد امکان داره که نیاز باشه که ضد باد فرمون بدیم آف فرمون بدیم به تغییر رفتار رانندگی وسیله نقلیه یعنی رانندگیش فرق میکنه مدل رانندگیش فرق میکنه auf notwendige آنپاسونگ. به اینکه امکان داره که تنظیم سرعت لازم باشه جواب به اینکه که بر ضدش فرمون دادن لازمه به اینکه وسیله نقلیه مدل رانندگیش فرق میکنه و همینطور به این که تنظیم سرعت لازمه. سوال 9 واسه میسنزی با چه چیز رو باید وقتی که یک وسیله نقلیه‌ای دارین یک خودروی دارین که بهش یک تریلر وصله تریلری که داخلش میتونیم زندگی کنیم، باید چه چیزهایی رو قبل از اینکه بخوایم شروع به رانندگی بکنیم وقتی که همچین وسیله نقلیه‌ای داریم بررسی کنیم؟ اپدی بلاشتونگز این گیشتونگ دست انهنگ از فنکسیونیت. آیا تجهیزات روشنایی تریلر کار میکنه یا نه؟ اپدی میت فرقه این وان انهنگ دیزی که هست هم. این آیا کسایی که دارن با همون داخل مسافره های ما هستن با همون میرونن این آیا وقتی که اونها داخل تریلر هستن کمربند های ایمنیشون رو بستن یا نه؟ آب دیزیhت نhینتن دوشتی rیک شپیگل اوسریکت اینکه آیا دیدمون به سمت عقب به پشت وتوسط آینه،, آینه عقب کافی هست یا نه جواب اینکه آیا تجهیزات روشنایی تریلر کار میکنه و همین هماینکه آیا دیدمون به عقب با همون آینه عقبی که توی ماشین هست به اندازه کافی هست یا نه سال ده وقوم موس این دوشگقاستت آوسپوف انلاگه عنف سوگلیش رپریرت وردن چرا باید سیستم اگزوزی که زنگ زده فورا تعمیر بشه ول در موتور زانست تو حیث ویرد برای اینکه در غیر این صورت موتور بیش از حد داغ میشه ول تایل در آوسپوف انلاگه آف دی فربن فلن کنن برای اینکه امکان این هستش که قسمتهایی از این اگزوز بیفتن داخل جاده wegen در Lärmbelästigung به دلیل آلودگی صوتی به دلیل آزار و اذیتی که توسط صوت ایجاد میشه یعنی توسط سر و صدا ایجاد میشه جواب به دلیل اینکه در غیر این صورت امکان داره که قسمت هایی از این اگزوز بیفتن داخل جاده و همینطور به دلیل آزار و اذیت صوتی دوستان اینها بودن سی تا سوال این بوگن ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه